من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این پس از وقایع 15 خرداد که شاه روحانیون سیاسی را کنار زد، بسیاری از سیاستمداران ملی و مذهبی همچنان در زندان بودند، از جمله مهندس مهدی بازرگان. روی نهضت آزادی حساسیت دستگاه خیلی بیشتر بود، برای اینکه ما صریحا مخالفت با استبداد داشتیم و لبه تیز حملمون متوجه شخص شاه بود و یک نامه سرگشاده یا اون موقع بیرون دادیم که گفتیم شما مسئول همه این جریانات شخص شما هستی. اینی که نسبت به ما حساسیت خیلی بیشتر داشتن، بنابراین سران نهضت آزادی رو محاکمه نظامی کردن در دادسرای دارتش و به زندانهای از 1 سال تا 10 سال محکوم کردن. رئیس وقت دادگاه تجدید نظر ارتش سرتیپ قره‌باغی بود. من رئیس دادگاه اینا بودم، رئیس دادگاه تجدید نظرشون بودم. ما اینها رو رو هر اینا رو روی مدارکی که پیدا شده بود و از موقعی که طالقانی میخواست تو زندان وضو بگیره، از لای جورابش یه کاغذ میفته زمین، تا این کاغذ میفته زمین نگهبان زندان که بالا سرشون بوده که وضو میگرفتن اون کاغذ ور میداره، کاغذ ور میداره. این کاغذ تلگرافی بود که اینا کرده بودن به ناصر. در اونجا گفته بودن که ما باید راه مبارزه، باید مبارزه مسلحانه بکنیم. و اون موقع هم، اون موقعی که من رئیس دادگاه بودم، من مطابق سبک خودم در دادگاه با اینها، اینا مثل یه آدم عادی صحبت میکردم و خیلی آیه مهندس بازرگان، آیه دکتر صاحبی بفرمایید صحبت کنید فلان اینها، حتی مدتی هم اجازه دادم زیاد هر چقدرشون میخواد دفاع کنم فلان کنم، مورد اعتراض قرار گرفتم و اعتراض علازت و فلان اینها. بعد کدوم خواهی که دادگاه هست که باید صحبت کنن، که خب صحبت کنن دیگه. سران جبهه ملی پس از وقایع 15 خرداد از زندان آزاد شدند، اما به گفته دکتر کریم سنجابی جبهه ملی در شیوه مقابله با شاه دچار اختلاف بود. بعد از آنی که از زندان ما بیرون آمدیم، اون وقت دچار اختلاف با مرحوم دکتر مصدق شدیم. دکتر مصدق عده از دانشجویان چپی ما از قبیل همین بیژن جزنی و غیری و غیری و اینا و نامه به خدمت دکتر مصدق، یه نامه نوشتن شکایت از سازمان جبهه ملی کرد که اینا افراد شورا را خودشان انتخاب کردن و به توقعات احزاب و به توقعات دانشجویان ترتیب اثر ندادن. دکتر مصدق هم اطلاعات کافی از واقعیت امر نداشت. علاوه بر این دکتر مصدق هم اصلا اصولا تشکیلاتی نبود. این بود مصدق ما نوشت تشکیلات بیمعناست، باید جبهه ملی غیر احزاب چیزی نباشه، یعنی فقط احزاب در جبهه ملی باشه، فرد عادی نباشه. و ما هم چون این رویه مخالف تصمیم بود که کنگره تصویب کرده بود و خود ما بر اون معتقد بودیم، یک نامه مفصلی خدمت آقای دکتر مصدق نوشتیم. دکتر مصدق اون نامه ما را رد کرد، ما به علت رد کردن او نوشتیم، اختیار به خود ایشون دادیم، چون علیه مصدق نمیتونستیم بیستیم، به او دادیم که هر طوری خودش صلاح میدونه جبهه ملی تشکیل. این بود ایشان در فکر این افتادن جبهه ملی سوم را تشکیل بدن، یعنی جبهه ملی مرکب فقط از احزاب. آقای کاظمی را مأمور این کار کردن، وزیر خارجه‌اش، که جبهه ملی سوم تظاهری به جمع شدن کردن ولی عملی نشد و منحل شد و بالاخره هم اون جبهه ملی سوم به وجود نیامد، هم جبهه ملی که منشور رو نمیدونه اساسنامه معین کرد و اینا و خودش رو تعطیل کرد، به حال تعطیل باقی ماند و میدان برای شاه فعالیت خالی شد. با سرکوب سیاستمداران معتدل که معتقد به مبارزه قانونی بودند، به گفته علی اصغر حاسد جوادی، گرایش‌های تند هواداران بیشتری پیدا کرد. بعد از وقایع خرداد 42 با سرخوردگی که به اصطلاح مخالفین و نسل‌های جوان مخصوصا در دانشگاه‌ها نسبت به شیوه و سیر جریان دموکراسی در بعد از سقوط دولت مصدق پیدا میشه،
یک گرایش شدید به طرف مذهب و یک گرایش شدید به طرف جنگ‌های چریکی و جنگ‌های مسلحانه در فضای ایران ایجاد میشه. و از این میان آنچنان که مهندس بازرگان شرح می‌دهد، گروه‌های چریکی سربرآوردند. گروه‌های چریکی خب مختلف بود، هم از چپیا بودن، هم از علی‌ها و مذهبی‌ها و بیشتر جوان‌ها بودن. و فشار اون زمان، فشار دستگاه از طریق ساواک مخصوصا، از طریق پلیس طوری بود که خیلی از افراد ایران، اهم از طبقه متوسط و افراد مسن و جاافتاده و جوانا، به این نتیجه رسیده بودن که مبارزه قانونی و مبارزه علنی و به صورت معقول نتیجه نداره. البته من نمیخوام تأییدی بکنم این تصور رو، ولی این طرز فکر خیلی اون موقع رایج شده بود و استدلالی که میکردن گفتن خب ببینید شما از این را وارد شدید و انداختنتون در زندان، در هر حال نتیجه نگرفتن. یعنی دستگاه و پشتیبانان دستگاه اونها منطق زور و اسلحه را فقط میتونن بپسندن. این بود که اون چریک ها پیدا شدن و طیف وسیعی بودن از معتقدین و فدایان فکر مارکسیست گرفته تا خیلی مؤمنین و مقدسین و چیزهایی که طالب شهادت بودند و از مسلمان ها، همه جور در بینشون بود. تندروی های شاه و ظهور گروه های مسلح از درون نیروهای سیاسی و مذهبی رهبران مخالف را به گفته دکتر کریم سنجابی در وضع دشواری قرار داده بود. ما همیشه اعلام می کردیم ما مبارزه قانونی می کنیم. شاه هست که دستگاه استبدادی شاه هست که می خواد ما را به زیر زمین بفرسته و مبارزه زیر زمینی بکنیم، ولی ما می خواهیم مبارزه علنی و قانونی بکنیم. علاوه بر این ما با مبارزه، با هر نوع مبارزه تروریستی و اینا مخالف بودیم و معتقد بودیم که این نوع مبارزات به هدف نمی رسونه و دستگاهی که به وسیله تروریسمی و مبارزه رزمی به حکومت می رسه نمی تواند آزادی برقرار کنه. حکومتش قطعا حکومت دیکتاتوری خواهد بود. موقعی که ما در جبهه ملی بودیم بودن افرادی که زمزمه صحبت چریکی میگردن، حتی اشخاصی امثال همین جوانهایی که در مبارزات چریکی بودن، اینا در جزء سازمان جبهه ملی بودن. مثلا جزنی شاگرد خود من بود، من به اون میگفتم پسر تو اگر با ما مخالفی برو در خارج یه جمعیت درست کن، اگر با ما هستید این شرط دوستی و شرط انسانیت نیست که علیه ما مبارزه کنید. وقتی که مبارزه ما تعطیل شد اینها مبارزات زیرزمینی را شروع کردن. این یکی از نتایج تعطیل جبهه ملی بود که مبارزه علنی و آشکار مبدل به مبارزه غیر قانونی تروریستی شد. و نتیجه دیگرش پیشرفت روحانیت در مبارزه شد. بعد از ما دسته های مختلف چریکی وجود آمد و متاسفانه به علت نبودن فعالیت جبهه ملی اینا عقیدشان از جبهه ملی برگشته بود و به چپ و به روحانیت رو آورده بودند. در میان روحانیون هم دسته ای فعالیت های مسلحانه را تأیید می کردند، اما اکثریت از سیاست پرهیز داشتند و گروهی هم با فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در فکر تحول بنیادی در نهاد مذهب بودند. آیت الله خمینی پیش از تبعید به هیئت‌های بازاری مسلمان سر و صورتی داده بود که با شاگردانش مثل مرتضی مطهری و دکتر بهشتی ارتباط داشتند. به گفته حاج محمد شانچی این هیئت‌ها فعالیت خود را مخفیانه ادامه می‌دادند. نوع آقای هاشمی رفسنجانی و آقای باهنر و آقای خامنه‌ای و سایرین، اینها آمده بودند در هیئات مذهبی بازار سخنرانی میکردن، اعلامیه های اینا همه باعث شد که بازاریا بیدار شده بودند. و از یک طرف هم فشار ساواک و ظلم و ستم و
تبعیضی که حکومت قائل شده بود در بین مردم، اینا همه باعث شد که بازاریا در مقابل حکومت ایستادن، در مقابل شاه ایستادن. در بهمن ماه 43 حسن علی منصور که بعد از علم نخست وزیر شده بود با گلوله یکی از همین مذهبیون طرفدار آیت الله خمینی کشته شد و امیر عباس هویدا به نخست وزیری رسید. دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری میگوید با شدت گرفتن فعالیت‌های مسلحانه شدت عمل دولت هم بیشتر شد. از اواسط 1342 اختناق روز به روز شدت گرفت و به اوج خودش از سالهای 50 به بعد رسید، یعنی از زمانی که فعالیت‌های چریکی و مسلحانه در ایران شروع شد و از اون زمان دیگه بدترین نوع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در ایران معمول شد. شکنجه دیگه به صورت سیستماتیک بود، محاکمات کاملا جنبه سمبولیک و فرمایشی داشت، فی الواقع ساواک بود که بر دادگاه‌های نظامی حکومت میراند بدون کوچکترین اختیاری برای قضات نظامی که در سلسله مراتب نظامی کلا زیر نظر ساواک و شخص شاه بودند. با این حال به گفته مهندس بازرگان هنوز با رهبران سیاسی در زندان‌ها با خشونت کمتری برخورد می‌شد. این در واقع یکی از اون نقاط عطفی بود که به این شدت پیدا می‌کرد. منتها نسبت به سران که موجه بودن، شناخته شده بودن، روی هم رفته ملایمت بود، کمان که وقتی عده زیادی از جبهه ملی و نهضت آزادی رو گرفته بودن، رفتار با سران جبهه و نهضت آزادی روی هم رفته معقول بود و به علاوه چون مأمورین و مسئولین هم اونا خب می‌فهمیدن اونا طرفدار باطنن طرفدار بودن و اگه دستشون هم میرسید حتی مساعدت هم میکردن، ولی جوانترها و اونها رو نسبت به اونا شدت عمل خیلی بیشتر بود، ولی در حال به اونجا رسوندن که دست همه ماها رو بستن و خود به خود چون راه مبارزه قانونی رو سد کردن و نذاشتن که ملت آزادانه از راه قانون، از راه منطق، از راه شرع، از راه انسانیت حرف بزنه و اینا رو یا در زندان گذاشتن یا به طرق مختلف مانع شدن، این فکر پیدا شد که باید مبارزه مسلحانه کرد با طرفداران مبارزه مسلحانه که اونها هم چپی توشون بود، هم معتدل ملی و اینا بود، هم مقدس و مذهبی. با اونها چون میخواستن مبارزه مسلحانه کنن، قهرن رفتار زندان خیلی شدیدتر میشد. خب شکنجه های مختلف رو که حتی اون اواخرش میگفتن آپولو و وسائل عدیده به کار برده میشد و تا حدی که بعضی ها زیر شکنجه حتی فوت میکردن، کشته میشدن و مقاومت کردن، بعضی ها برعکس تسلیم میشدن. رفته رفته که این وضع توسعه پیدا میکرد و شامل همه طبقات میشد، پایه های حکومت استبدادی شاه به این ترتیب یکی از عواملش همین بود، رفتارهایی بود که در زندان ها میشد. حکومت فردی همه جاگیر میشد و به گفته ی ارتش بود جمع حتی وزرای دولت احساس میکردند کسی که همه تصمیمات را میگیرد خود شاه است. در حقیقت نخست وزیر خود اعلیحضرت بود، وزیر خارجه اعلیحضرت بود، وزیر اقتصاد اعلیحضرت بود، اونا فقط موجه دستورات بودن. من شخصا یه دفعه با مرحوم هویدا صحبت میکردیم، من بهشان به عنوان گله میگفتم که این اعلیحضرت زیادی این فرماندهان زمینی و هوایی و دریایی اینا رو، ژاندارمری اینا رو انقدر مستقیم میپذیرن و مستقیم دستور میدن و اینها که ستاد رو اصلا کوچیک میکنن، اینا دیگه حاضر نیستن تره برای ستاد خورد نمیکنن. یعنی در حقیقت این دستگاه فرماندهی دستگاه فرماندهی است دیگه نیست. ایشان من گفتن که وضع شما درست مثل وضع منی، خود مرحوم هویدا گفتن شما خیال میکنی من نخست وزیر هستم، این وزرا تمامشون میرن کاراشون رو مستقیما با اعلیحضرت حل و فصل میکنن، دستورات میگیرن و منم برای خودم از تک و تا نندازم تظاهر میکنم که بله ما کردیم. و بعد من بهشون گفتم که خب شما چرا تحمل میکنید، چرا قبول میکنید؟ خب من اعلیحضرت دوست دارم و بهشون معتقد هستم و چون علاقه بهشون دارم نماز قبول میکنم.
دخالت‌های از بالا به گفته دکتر شاپور بختیار در کوچکترین انتصابات هم محسوس بود. شما نمی‌توانستید یه دهدار تعیین بکنید قبل از اینکه این دهدار را ساواک اوکی روز گذاشته باشه. خب آقا این دهدار رو بذارید خود ده تا انتخاب کنید. یا حاجمم جعفر میشه، یا میزبم باقر میشه. هر کدام شدن شد. چه میتونه بکنه این آدم؟ قانون را اداره کرد، خوب دهش اداره کرد، خدا پدرش بیامرزه، بازم مردمش رای بدن. نکرد شما از تبریز به سفارش نمیدونم کیک برای خراسان یه نفر میفرستید، یا از اصفهان برای رضایی یه شهردار تعیین میکنید. این چه هنری است؟ این دهنکجی به مردم نیست؟ اون که با یه چمدون خالی میاد و میدونه که 6 ماه 7 ماه بعد باید برگرده چمدونش که پر کرد برمیگرده، کسی هم دیگه مسئول نیست. اینه که دائما صحبت میشد که سپردن کار مردم به مردم، درست به عکسش میکردن. عدم سپردن کار مردم به مردم، مردم فقط فضولی ندارن، من جسون کار میکنم، آقایی که نمیشه. و به گفته دکتر لاهیجی این شیوه عمل دیگر همه جاگیر شده بود. به مرور تمام نهادهایی که در جامعه ما جا افتاده بود، به خصوص در اون چند سال دوره حکومت دکتر مصدق، چه دادگستری، چه مطبوعات، چه احزاب سیاسی، به مرور اینها محو میشه و کلیه اختیاراتشون مستقیماً و بلاواسطه میرسه به رأس هرم اقتدار و قدرت که شخص شاه. یعنی روز به روز از اختیارات و اقتدارات نهادهای اجتماعی و سیاسی که باید کنترل کننده قدرت باشن کاسته میشه و به اختیارات قوه مجریه که ولفل واقع به اختیارات شخص شاه اضافه میشه. من یک مثال میزنم. هویدا وقتی در چارچوب همون انتخابات مجالس اون زمان و در چارچوب همون به اصطلاح اپوزیسیون فرمایشی اون زمان که یک دو تا حزب بودن، وقتی مثلا حزب مردم، یه نماینده حزب مردم که خب میدونیم در رأس حزب مردم کی بود و نمایندگان حزب مردم هم با موافقت ساواک به مجلس میرفتن، وقتی از هویدا استیضاح میکنن، هویدا بلند میشه تو مجلس میگه که شما چی هستید که مثلا استیضاح بکنید؟ من فقط یک مسئول دارم و جوابگوی یک نفر باید بشم، اون شخص شاهه. شاه مستبدانه عمل میکرد، اما به نظر ارتش بود جمع اطرافیان شاه و نیز بسیاری از مردم در تبدیل او به شاهی مستبد نقش داشتند. البته اون اعلیحضرت وقتی که شاه شد، این اعلیحضرت این اواخر نبود، به کلی این رو اون رو شد. اون سالا خیلی خیلی دموکرات منش بود، افکار به اصطلاح آزادی خواهی و ملت خواهی و اینا خیلی زیاد داشت. دیکتاتور خود ملت ساخت، خود ملت ایران و خود همین مردم و خود همین وزرا و وکلا اینا بودند که اون شاه آزادمنش و ادعا رو تبدیلش کردن به خدا. شاه دیگر خود را بلا منازع و مقتدر می دید و معتقد بود که تحولی بنیادی را در جامعه ایران رهبری کرده است. برای اینکه در صف اول ممالک مترقی دنیا قرار بگیریم، لازم بود که ما که متاسفانه روی همون علل انحطاط عقب مانده بودیم، یک مرتبه و در یک مرحله تمام آثار ضعف و انحطاط اجتماعی و اخلاقی و روحی خود را از بین ببریم. موقعیت اجازه نمیداد که امروز یک اقدام به اصطلاح اصلاحی انجام بدهیم و این اقدام را کم کم مملکت هضم بکند و بعد از یک سال دو سال یک اقدام دیگر. در این صورت شاید 20 سال 30 سال طول میکشید تا اینکه ما تا حدودی خود را همگام سایر ملل میکردیم. این سیر ترقی و پیشرفت چرخ تمدن دنیا این فرصت را به هیچ کس نمیدهد، بخصوص به مملکت ما در اون موقعیت جغرافیایی مهمش. پس لازم بود که یک مرتبه
تمام آثار ضعف و انحطاط خود را کنار می‌گذاشتیم و هر عملی که برای رسانیدن ما به پایه ممالک مترقی دنیا لازم بود اتخاذ بکنیم. این عمل جنبه کاملا انقلابی داشت.